حمد و سپاس از آن الله بزرگ و جلال است او را در حال نعمت چنان ستایش می کنیم که در حال بلا و مصیبت و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله که تنهاست و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده الله و رسول اوست بهترین و پاکترین درود و سلام الله بر او باد بر او و بر اهل بیت و یاران وی و همه آنهایی که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی می کنند خود و شما را به تقوای الله تعالی سفارش می کنم تقوایی که مونس هنگام ترس است و قوت هنگام ضعف و برکت هنگام بود و علم هنگام جهل ای مردم اکثر انسانها از کمبود برکت در زندگی خیش رنج میبرند. برکت یعنی بسیار شدن و رشد یافتن برکت در وقت یعنی گسترده شدن آن و امکان استفاده کامل از آن برکت در علم به معنای احات یافتن بر آن و عمل به مقتضای آن و دعوت به آن است اما برکت در مال به معنای فراوانی آن به همراه کافی بودن آن است به همین صورت برکت در تمام شئون زندگی معنا یابد. ای مردم اکثر انسانها از کمبود برکت در زندگی خیش رنج میبرند آنان میبینند با اینکه در دنیای فراوانی نعمت و آسانی زندگی قرار دارند اما با این وجود رضایت از وضعی که در آن هستند چیزی دست نیافتنی و بلکه این بی‌برکتی از دایره فرد فراتر رفته و جامعه را نیز تحت شعاع خود قرار داده است عزیزان من اگر به گذشته برگردیم نمونه های زیادی از وجود برکت در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و دیگر دوران ها حتی گذشته نه چندان دور مشاهده خواهیم کرد در صحیح بخاری آمده است که زبیر ابن عوام وصیت کرد فرزندانش بدهی او را که دو میلیون و دویست هزار برآورد میشد پرداخت نمایند زبیر هیچ درهم و دیناری به جای نگذاشته بود جز دو قطع زمین روزها گذشت تا آنکه الله در زمینهای زبیر برکت انداخت و به قیمت بسیار بالایی به فروش رفتند بدین ترتیب پنجاه میلیون و دویست هزار به دست عبدالله بن زبیر رسید این نمونه است از آثار برکت که نزد گذشتگان ما رخ داده است تا آنکه ما میان دو دوران مبارک قرار بگیریم دوران پیشینیان و دوران آیندگان چنان که در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلوات الله علیه فرمودند قیامت برپا نخواهد شد تا آنکه جزیرت العرب به مانند گذشته تبدیل به باغها و رودخانه ها شود پس ای بندگان الله تقوای وی را پیش سازید و جایگاه نزول برکت را در زندگی خویش بیابید و بیایید از خود علت فقدان برکت را جویا شویم الله تعالی در سوره اعراف آیه 96 می فرماید اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می و تقوا پیش می ساختند برکتهای آسمانها و زمین را بر آنها می گوشودیم هر که در روش رسول الله صلوات الله علیه نظر بیندازد خواهد دید که برکت در این امور خلاصه می شود اول اینکه جامعه مسلمان تقوای پروردگار را پیش ساخته و بر اساس خواسته های الله و رسولش به آنها ایمان بیاورند دوم به جای آوردن شکر الله است سوم اینکه کار حلال و دوری از معاملات و وامهای های ربوی زیرا الله سبحانه و تعالی می فرماید همانا الله ربا را کم می کند و صدقه را افزون می گرداند. و الله هیچ کافر گناه پیشه ای را دوست ندارد چهارمین سبب به دست آوردن برکت میان روی در مصرف و دوری از اصراف است پنجمین عامل ایجاد برکت صدق و راستی است زیرا الله تعالی در کار انسانی که در ظاهر و باطن خود صادق است برکت ایجاد می کند چه آن فرد مسئول باشد و چه عالم و یا تاجر امام ابن قیم در این باره می گوید برکت انسان عالم در این است که حق را به دیگران برساند و آن را کتمان نکند اما اگر او خلاف این را انجام داد سنت الهی بر این است که برکت علم و دین و دنیای وی از بین خواهد رفت از دیگر اسباب به دست آوردن برکت دعا و روی آوردن به الله است که این سبب در داستان زبیر که ذکر کردیم گذشت آخرین این اسباب عزیزان من آخرین این اسباب قناعت است زیرا که انسان موهبتی بهتر از قناعت به دست نیاورده است بار درود و سلام و برکت فرست بر بنده و پیام محمد و خوشنود باش از چهار خلیفه راشد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و از دیگر صحابه پیام برد و از تابعین و آنانی که تا روز قیامت از آنان به نیکی پیروی نمایند و همچنین از ما به لطف و کرم خود ای بزرگوارترین بزرگواران بار الها اسلام و مسلمانان را عزت و شرک و مشرکان را خار بگردان بار دینت و کتابت و سنت پیامبرت و بندگان مؤمنت را یاری ده الهی قصه, قصه داران را برطرف نما و سختی سختی دیدگان را از بین ببر و قرض قرضداران را ادا نما بار ما را در سرزمین های من ایمن گردان و مسئولان و متولیان امر ما را صالح گردان الهی هر خیری را که از تو خواستیم ما را عطا کن و هر آنچه را که نخواستیم خود عنایت فرما الله تعالی من و شما را به وسیله قرآن بزرگ سود رساند و من و شما را به واسطه آیات آن سودمند گرداند آنچرا که گفتم اگر صحیح بود از الله است و اگر اشتباه بود از خودم و شیطان و از الله مغفرت بخواهید که او بسیار غفور است